داستان کوتاه کاکای بینی خانمشا بریده بود. نویسنده آرزو نوری، گوینده نازنین شفایی. کاکای بینی خانمشا بریده بود. کاکایم و زن کاکایم از همو اول هم رابطه خوبی با هم نداشتند. یادم از خانم کاکایم دختری 18 ساله بود که تازه صنف 12 مکتب خلاص کرده بود. اما کاکای مردی بود بی سواد که تازه به شار قدم گذاشته بود. چند روز قبل از این ماجرا یک شب سر و صدای کاکای بلند شد. گویا با لگد به چیزی میکوبید و خانم کاکای فریاد میزد نزن، بس کو، مرا نزن. ما که داشتیم غذای شب هم میخوردیم، پدرم از سر سفره برخاست و رفت تا به داد و بیداد خانم کاکای برسن. فردای او روز خانم کاکای من دیدم که تمام صورتش کبود و زخمی بود. دلم تکان خورد. با خودم گفتم مگر یک زن چقدر مستحکم است؟ چقدر صبر داره که ای همه وحشیگری را تحمل می کنه؟ هنوز من از وحشیگری تازش خبر نداشتم. درست دو روز بعد همه اهالی اولیمان رفته بودیم به عروسی رفیق پدرم. فقط در اولی کاکایم و خانومش مانده بودن. وقتی از عروسی برگشتیم چکیدهای خونه در اولی دیدیم. خانم کاکایم در خانه نبود. وجود همه ایمان و ترس فرا گرفته بود. پدرم رفت تا از قضیه جویا شود. وقتی پدرم دوباره آمد با چهره پر از غم بر ما گفت که کاکایت با خانومش جنگ کرده و بعد از لطوکو به خانومش بینی او را بریده. او هم با حالتی خونین از خانه بیرون رفته. ولی نکته بعد اینجاست که کاکایتان از کارش پشیمان نیست. حالا هم نمیفهمم چی خواهد شد. ولی من میفهمیدم. میفهمیدم چی میشه. معلوم دار است خانم کاکایم دوباره به خانه برمی کرده. برادرش او را دوست ندارن. البته یک دختر کی دوست میداره؟ او هم یک دختر بینی بریده. اما 8 سال از این واقعیت گذشت. خانم کاکایم نیز دوباره به خانه بر نگشت. در مدت این 8 سال این جنایت دیگر خاموش شد. کاکایم نیز با زن دیگری ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شد. ولی در یکی از روزها که همه چی به حالت عادی خود بود، مام تازه از وظیفه برگشته بودم، دیدم تمام اولی را پلیس گرفته. رفتم پرسان کنم چی گپ شده. گفتن کاکایم به جرم بریدن بینی خانم قبلیش به محکمه میبرن. گفتم مگه او قضیه بسته نشده بود؟ کی قضیه را دوباره باز کرده؟ گفتن در محکمه خواهید دانست. وقتی در محکمه رفتم خانم کاکای ما دیدم. با همو بینی بریدش. لباس وکیل مدافع به جانش بود. باورم نمی شد. شروع کرد به گپ زدن. این جانب سریا فارغ التحصیل از رشته حقوق و وکیل مدافع شخص خودم می باشم. مات مانده بودم و فهمیدم او در این 8 سال ساکت بود چون ادامه تحصیل داده. خودش یک انسان توانا ساخته بود. او روز در محکمه او از خودش دفاع کرد و کاری کرد که کاکایم نیز به 8 سال حبس محکوم شود. او حق خودش را گرفت. او روز فهمیدم درد از آدم‌ها الماس می‌سازد. آدم‌ها را صیقل می‌دهد تا بر توانایی خودش تکیه کند و نه هیچ کس دیگر. امیدوارم که از داستان خوشتان آمده باشه. نویسنده این متن آرزو نوری و خودم نازنین شفایی گوینده این متن.